اگر در این ایام در تاجیکستان باشید، شاهد خواهید بود که تمامی مردم این سرزمین آماده فستیوال میشوند و غذاهای من عید میام تاجیکستان. سلام علیکم فارس زبانان جهان، من ایمیج هستم و خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی پر انرژی، جذاب و خیلی خفن و پر اطلاعات عمومی و پر دانستنی های راجع به کشور تاجیکستان. قراره بریم داخل این ویدیو و یه سری نکات جالب توجهی که از کشور تاجیکستان شاید کمتر شنیده شده، حالا مسائل فرهنگی و مسائل اجتماعی و اینا رو با هم دیگه بشنویم، ببینیم تفاوتاشون با ایران چیه. در کل بریم ببینیم مردم کشور تاجیکستان چگونه زندگی میکنن و چه فرهنگ‌هایی دارن. با من همراه باشید تا انتهای این ویدیو. یادتون نره اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنید و اگر از خانواده ما نیستین کانال رو هم سابسکرایب کنید. هر روز ویدیو براتون میذارم، ویدیوهای متنوعی که چند دقیقه حال و هواتون عوض میکنه. بریم سراغ این ویدیو. دانستنی های این ویدیو رو داریم از کانال فارسی گشت با هم دیگه ببینیم. حالا لابلاش میخوام صحبت کنم و سری اطلاعات کم و زیادترم خودم بهتون بدم. لینک ویدیو اصلی رو هم براتون داخل دیسکریپشن میذارم، کلیک کنید از کانال اصلی هم ببینید و حمایت کنید از کانال فارسی گشت. بریم با هم دیگه ببینیم. کشور زیبای تاجیکستان یک منطقه کوهستانی است که در بخش آسیای میانه قرار گرفته است. اینو که خودمون دیگه میدونستیم و فکر کنم همه میدونن، چون من خیلی ویدیوهای درباره موزیک ویدیوهای تاجیکستان براتون میذارم و توی همه اکثر موزیک ویدیوها دیدیم که اون رشته کوههای بلند و مناطق کوهستانی کشور تاجیکستان رو زیاد دیدیم ما. حتی همسایه ایران حساب نمیشه، فکر میکنم مرز مشترک با هم نداریم، ولی خب در نزدیکی کشور ایران تاجیکستان. پایتخت این کشور شهر دوشنبه و به طور کلی با کشورهای افغانستان. آره دیگه، دقیقاً همین تصویری که داریم می‌بینیم، افغانستان، چین، قرقیزستان و ازبکستان کشورهای همسایه تاجیکستان هستند. ولی یه نکته جالبی هم که راجع به تاجیکستان و مرزش با چین بگم که اگر از کشور تاجیکستان برید به سمت چین، یعنی اینجا فکر کنید مرزه، اینجا تاجیکستانه، اینجا چینه، از تاجیکستان برید به سمت چین 3.5 ساعت درجا اختلاف ساعت دارید، چون که چین کل کشورش، یعنی کل وسعتش از شرق تا غربش، ما رو بر پایه ساعت خود پایتخت کشور، یعنی همون پکن اعلام کرده. به خاطر همین از شرق تا غرب چین همه 3.5 ساعت اختلاف داره با تاجیکستان و حالا کشورهای همسایه دیگرش. ازبکستان و قرقیزستان هم مرز می باشد. این کشور به طور کلی بین خشکی محصور شده است و مساحت آن حدود 143 هزار کیلومتر مربع اعلام شده است. ولی دوستان، البته راجع به فرهنگ و راجع به این کاری که الان این نوجوانان تاجیکی هم دارن انجام میدن یه توضیح بده. فکر کنم یه چیزی میبافن، حالا نمیدونم پتوه چیه، یه چیزی فکر کنم دارن میبافن. تاجیکستان دارای بیش از 10 میلیون نفر جمعیت در سال 2020 است. کلمه تاجیک 10 میلیون نفر در سال 2020. 10 میلیون نفر فکر میکنم حدوداً یک مقدار از جمعیت شهر تهران فکر کنم کمتر باشه اگر اشتباه نکنم، و 10 میلیون نفر حال 2020 نمیدونم 2022 چقدر جمعیت افزایش پیدا کرده. بانوان به شغل‌های هنری مشغول هستن. دقیقا مثل همین یه چیزی دارن میبافن. دقیقا مناطق کوهستانی رو داریم میبینیم، یه حالت پارچه است، پتوه، نمیدونم چیه، که بانوان تاجیکی دارن میبافن و مربوط سال 2018 هم است. من 2018 شو میتونم بخونم. کودکان از سن کم زندگی مستقل را یاد میگیرن. حکومت تاجیکستان این خوراکی، درباره خوراکی حالا من سعی می‌کنم یه ویدیو مفصل بسازم براتون، گرچه قبلا هم یه ویدیو مفصل ساخته بودم راجع به خوراکی‌ها و غذاهای کشور تاجیکستان و این خوراکی که نمیدونم چیه دقیقاً و نمیتونم حدس بزنم چیه. اونو گوشته یا فکر کنم گوجه است یا فلفل روش، نمیدونم چیه، ولی یه چیزیه که احساس می‌کنم خوشمزه، همچین ملس و آب دهن راه بنداز باشه. حتما این دستورشو من پیدا میکنم و امتحانش میکنم. اسم غذا رو حتما برام بنویسید تو کامنت ها که من برم دستور تهیه ایناشو پیدا کنم و غذا یا دسر حالا نمیدونم درست کنم و جلوی همین دوربین برای اولین بار امتحانش کنم. کشور تاجیکستان پر از دیدنی های زیبا و مهیج است، اما گشت و گذار این سالانشون خیلی زیباست. اینو توی جشن استقلال تاجیکستان هم یکی دو بار دیدم تو موزیک ویدیویی که ریاکشن رفتم، و یه سالن خیلی بزرگ روبازه، وسعتش اصلا ببین چه وسعتی داره، آدم ها اون تا انقدین در برابر اون
هلالی که اون پشت است. دار در شهر دوشنبه و بازدید از مکانهای دیدنی آن بسیار ارزشمند است. دوشنبه یکی از شهرهای بسیار مهم در تاجیکستان است. پایتخت رسمی آن نیز محسوب می شود. این شهر بسیار زیبای دوشنبه. یعنی من خودم هر موقع ویدیویی راجع به تاجیکستان و شهر دوشنبه و کلاً اون مناظر طبیعی و اینای تاجیکستان میبینم واقعا کیف میکنم که اینقدر یک جا میتونه زیبا و قشنگ باشه. و بارها گفتم که من قطعا به زودی سفر خواهم کرد به کشور تاجیکستان و همه این نقاط رو از نزدیک قراره ببینم و براتون ویدیو مفصل تهیه کنم. شهر به 650 هزار نفر جمعیت دارد و یکی از پرجمعیت ترین شهرهای تاجیکستان محسوب میشود. اصلا یه شهر امروزیه دیگه، با تکنولوژی پیشرفته و خیلی هم زیبا. این شهر به طور کلی در دوره‌های زمانی مختلف مرکز مهاجرت‌های افراد بوده است. نوروز، عید باستانی ایران و افغانستان و فارسی زبانان به هنگام اعتدال بهاری در به به اینا. من کلا قسمت خوراکی که میرسه خیلی ذوق می‌کنم و الان خوراکی‌هایی که من متأسفانه خط فارسی تاجیکی که البته به روسی فکر میکنم بیشتر شبیه هر رو نمیدونم چیه، ولی من یه سری نخود دارم میبینم اونجا. آره نخود دیگه. سمت راستم فکر کنم اوشیپولو باشه، چون من یه بار اوشیپولو خوردم، ویدیوشم براتون گذاشتم. اون نارنجی هم احتمالاً خلال هویج باید باشه، ماکارونی که قاعدتا نیست. و نون و اینا رو هم داریم میبینیم. تاجیکستان جشن گرفته میشود. اگر در این ایام در تاجیکستان باشید، شاهد خواهید بود که تمامی مردم این سرزمین آماده فستیوال میشوند و غذاهای من عید میام تاجیکستان. من حتما سعی میکنم عیده بیام تاجیکستان، یه عید نوروزی بیام که همه این حال هوای خوب و جذاب باشه، چون میگه فستیوال و شادی و اینا هم هستش. فکر کنم حال هوای تاجیکستان عید نوروز بهار خیلی جذاب تر هم است. منحصر به فرد این فصل را آماده میکنند و به گونه ای که روی میزها جای برای سوزن انداختن هم دیده نمی شود. بعد اینایی که الان فستیوال مثلا الان غذا رو درست کردن گذاشتن اونجا، این حکی میاد مثلا میخوره میره امتحان میکنه یا نه بعد پول بدیم بخریم، اینا برام بنویسی. نکته جالب دیگر در مورد تاجیکستان سیر گل لاله است که در واقع تعطیلات گل لاله میباشد. تعطیلات گل لاله، یا عالمه گل لاله. البته کشور لاله ها هلند، ولی خب تاجیکستان هم مثلا اینکه گل لاله پرورش میده، نمیدونستم. تاتی به افتخار گل لاله که در آن می توانید شاهد دسته های سرایندگان و گروه های رقص باشید. من جشنواره هم دارم برای این گل لاله و یه مراسمی دارم برگزار میکنن و میزنن و میرقصن و میخونن. شقایق و لاله گل های بومی تاجیکستان است و منشای لاله های هلندی را نیز به تاجیکستان نسبت میدهند. یه نوع از لاله های هلندی هم نسبتش رو به همین کشور تاجیکستان میدم. من نمیدونستم، چون خودم خیلی لاله دوست دارم. بچه بودم یکی دو بار لاله تو من گرفتم، ولی متاسفانه مشکلاتی تو نگهداریش داشتم و این خشک میشد، نمیدونم چرا زود. سریع این لاله ها اینجوری از هم وا میشد میافتاد. البته بعدم بزرگتر شدم مثلا این گفتن این ریشهشو نگه میداری دوباره میذاری تو، دوباره کود میدی آب میدی بهش، دوباره این قنچه میده و اینا. حالا بعد دیگه فاصله گرفتم از گلوگی ها و اینا، یه مقدار دیگه پیگیرش نشدم، ولی خب لاله جزو گل های مورد علاقه منه. یکی از عجایب بسیار دیدنی و ارزشمند در تاجیکستان پارک رودکی است. این پارک به طور کلی به افتخار شاعر معروفی تاجیکستان رودکی ساخته شده است. رودکی بزرگ که شاعر همه ما فارس زبان هاست و یه پارک مخصوص در کشور تاجیکستان داره. توی تهران هم یه دونه تالار داریم که اونجا حالا بعضی وقتا تالار رودکی تئاتر و اینا برگزار میشه. و در میدان اصلی شهر دوشنبه قرار گرفته است و در این پارک مجسمه های دیدنی و بی نظیر وجود دارد. همینطور بخش‌های شمالی آن نیز درختان سر به فلک کشیده. قشنگ تو این پارک حال بده پیاده روی کنیم. محیط خیلی جذابیه واسه پیاده روی پارک رودکی. و بسیار عجیب وجود دارد. پرچم کشور تاجیکستان در این بخش دیده می شود و فضای زیبا دور تا دور آن را حتی این نورافشانی اینا رو که دارم میبینم میشه یه کریسمس میافتم، چون کریسمس خیلی نورای این مدلی داره. را گرفته است. موزه فقط نمیدونم این حالا تو کریسمس هم گفتیم که توی کشور تاجیکستان کریسمس رو هم جشن میگیرن یا نه فقط عید نوروز رو جشن میگیرن، چون حالا با توجه به اینکه حالا نزدیکی کشور روسیه هم هست و در سالیان اخیر خیلی هم تاثیر گرفته از کشور روسیه تاجیکستان فکر میکنم،
برام بنویسید که کریسمس هم جشن میگیرن در تاجیکستان یا نه فقط عید نوروز رو جشن میگیره. حتما من داخل کامنت بنویسید. هزینه اقامت در تاجیکستان ارزان است و به خصوص پایتخت این کشور نیست توانسته کنترل هزینه خوبی داشته باشد. پس هزینه اقامت در کشور تاجیکستان هم ارزان است و تو شهر دوشنبه هم فکر کنم اقامت راحته. البته تا اونجا که من میدونم فکر کنم زیاد در حال حاضر مهاجر پذیر نیست کشور تاجیکستان. حالا اطلاعات دقیقی ندارم ولی خب حالا دقیقتر شما میتونید برای تو کامنت ها بنویسید. یه مقدار سخت‌تر مهاجر قبول میکنه ولی خب در کل هزینه اقامت فکر کنم ارزانه در کشور تاجیکستان. و اگر عاشق غذاهای متنوع هستید، در لیست غذاهای تاجیکستان ترکیبی از غذاهای آسیای میانه، افغانستان و پاکستان دیده می شود. این خوبه، افغانستان، تاجیکستان اینا و این نونهایی، اصلا آدم نونهای سنتی رو که میبینه عشق میکنه. چقدر اصلا از دور معلومه که اینا خوشتم و خوشمزه. و طور کلی وعده غذایی در رستورانهای این کشور خیلی ارزان است. ارزش غذایی در این کشور به نسبت سالهای گذشته تغییرات زیادی داشته است. چه خوشگله، یه پیرمرد و پیرزن نشستن با خمیر فکر می‌کنم اینا رو درست کنه، خمیر چینی. چقدر خوشگله، سفره هفت سینه چیده دیگه. آره سفره هفت سینه، چقدر خوشگله. کشور تاجیکستان یکی از کشورهای قدرتمند اقتصادی محسوب می‌شود که می‌تواند بر اساس جاذبه‌های مهم گردشگری خود پیشرفتی بالایی داشته باشد. اگر روز گذرتان به این کشور زیبا افتاد و هزینه مسافرتتان عالی بود، این مکان زیبا را در لیست اقامتتان نیز می توانید قرار بدهید. الان میخواد مکانهای دیدنی که در کشور تاجیکستان باید بریم نگاه کنیم و تماشا کنیم رو میخواد بهمون بگه. من دارم شهر رو میبینم، فکر کنم شهر دوشنبه باشه دیگه احتمالاً. برج هست، یعنی برج های مسکونی و این هست، ولی خب اکثر نقاطش الان دارم نگاه میکنم خونه ها زیاد مرتفع نیستن و یه حالت خونه های خودمونیتور و دورمیتور مثل خونه های قدیمی و باصفا داره. من خودم اون سبکی خیلی بیشتر، مثلا اون تهاری که میبینیم اکثرا دیگه برج نیستن، یه خونه های کم طبقه هستن و یه ذره اون مدلی کلن خونه ها بهتر بود، یه ذره صفا و صمیمیت بیشتر بوده. هتل 5 ستاره شرایتون که یکی از بهترین و نزدیکترین هتل های است که در نزدیک فرودگاه شهر دوشنبه قرار گرفته است و دارای تمامی امکانات رفاهی مورد نیاز برای مسافران می باشد. هتل شرایتون که البته زمین تنیس هم داره ولی خب تصویر واقعیش نیست، تصویر ماکت تورشه. هزینه اتاق‌ها با توجه به امکانات و استانداردهایی که دارد متفاوت است، اما مطمئن باشید که بابت هزینه‌ای که می‌کنید پشیمان نخواهید شد. و دومین هتل زیبا در تاجیکستان. بس قیمت اتاق را هم گفتم، قیمتش متفاوته چون یه ویدیو ساخته بودم راجع به هتل‌های افغانستان، لاکچری هتل‌های کشور افغانستان که خیلی گرون بودن واقعا. به دلار و اینا می‌خواستین هزینه کنید بازم به نظرم گرون بودن. خب حالا یه ویدیو هم می‌سازم راجع به هتل‌های کشور تاجیکستان، ببینیم قیمت‌ها در کشور تاجیکستان چطوریه. من بدون خرید و گشت و گذار در مراکز خرید این کشور برنگردید. چرم های تاجیکستان شهرت جهانی دارد. اگر چرم تاجیکستان، نه من چقدر چیز راجع به کشور تاجیکستان نمیدونستم، چرم تاجیکستان شهرت جهانی داره و رسیدیم به پاساژ مراکز خرید که به نظرم بخش خیلی جذابیه واسه هر کسی که سفر میکنه به یک کشور دیگه، حتما میره پاساژ مراکز خریدا و اونجا حالا چیزهای مختلفو میخره و علامه که چرم تاجیکستان از همه بهتره. و دنبال کیف، کفش و کمربند میگردید که دوامی خوبی داشته باشد، مراکز فروش پایتخت 80 مناسب خریدتان است. و یکی دیگری از مالهای مشهور تاجیکستان مال مهرگان است. ساختمان این مرکز خرید و گفته خیلی از مسافرانی که مهرگان را برای خرید انتخاب کردن بسیار جذاب است. چقدر انواع اقسام رنگ ها، انواع اقسام طرها و این هم کیفه دیگه، فکر کنم این گرده. آره کیفه، کیفه زنونه است. خیلی سپاسگزارم از اینکه با حوصله مندی تا آخر این ویدیو ما را تماشا کردید. مرسی از پیج فارسیگش که این اطلاعات جذاب راجع به کشور تاجیکستان در اختیار ما قرار داد. من براتون ویدیو کامل رو لینکش رو براتون دیسکریپشن میذارم، حتما از کانال اصلی خود فارسیگش هم تماشا کنید. من تیکه‌هایی که احساس کردم راجع به بیشتر فرهنگ و اون وضعیت اجتماعی و اون مناطق تفریحی کشور تاجیکستان، اون قسمت‌هاش رو ذوب کردم که راجع بهش با هم حرف
بزنیم و اطلاعاتمون بره بالاتر. اما نسخه کامل ترش هم داخل پیج خود فارسی گشت هست، میتونید برید از اونجا هم تماشا کنید. این بود دیدنی ها و نقاط جذاب و شنیدنی که برای راجب کشور تاجیکستان میدونستیم، گرچه تو یک ویدیو نمی گنج. سری جدید ویدیوهای من که حالا در کنار ریاکشن به موسیقی ها قراره اینجوری هم با هم گپ و گفت داشته باشیم. حتما نظرتون برام تو کامنت ها بنویسید. دوستان این ویدیو بعدی راجب چه چیزی باشه، راجب کدوم قسمت از اشتراکات ایران و افغانستان و تاجیکستان باشه، حتما برام داخل کامنت ها بنویسید. یه ویدیو مفصل راجبش تهیه میکنم، با هم دیگه میبینیم میشنویم و گپ میزنیم راجب مشترکات بین فارس زبان ها. اما تا یه ویدیو دیگه همچنان شاد پر انرژی و سلامت باشید. ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. فعلا خدافظ. We'll be right back.